سال 97 خبری مبنی بر تیرباران زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی، زندانیان کرد در میدان تیر یگان امنیتی امام حسن مجتبی در مراسمی امنیتی و توسط تعدادی از بسیجیان و پاسداران تهران منتشر شد. زانیار و لقمان مرادی سال 88 به اتهام ترور فرزند امام جمعه مریوان دستگیر شدند، اما بعد از صدور حکم اعدام در نامه‌ای نوشتند که زیر شکنجه مجبور به اعتراف شدند و نقشی در این ترور نداشتند. رامین حسین پناهی هم متهم به عضویت در حزب کمله بود. وکلای رامین هم گفتند که اون در طول دوران تحقیقات و بازجویی در سلول‌های انفرادی از دسترسی به وکیل و خانواده محروم بوده و برای اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار گرفته. سپاه پاسداران همون روز بعد از تیرباران این سه نفر به تلافی کشته شدن نیروهاش در یک پاسگاه مرزی اقدام به شلیک 5 موشک به کردستان عراق کرد. اما چندی پیش فرهاد عبدالله پور گفته برادرش هدایت عبدالله پور هم تیرباران شده. اگرچه بسیاری از مخالفین جمهوری اسلامی در دهه 60 تیرباران می‌شدند، اما در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی تنها دو بار به جای اعدام اقدام به تیرباران کرده که اتفاقا در هر دو مورد قربانیان کرد بودند.